بله این تنوعی هست از انواع حالت هایی که ممکنه باشه. بله آقای دکتر، من برای بینندگان گفتم که درمان جراحی مثلا یک بیماری مثل فتق با درمان جراحی شکاف کام فرق میکنه، از این جهت که حالا از چه جهتی رو برای شما بگید. مطابق خب طول درمانی که برای یک بیماری که دچار شکاف کام هست و مورد جراحی قرار میگیره خب خیلی زیادتر هست، باید سالها تحت نظر باشه. از این بعد خواهش میکنم اهمیت درمان به موقع و توجه کافی به این دسته از بیماران رو برای بینندگان عنوان کنید. این بچه‌هایی که با این مشکل متولد میشن، مشکلشون یک مشکل به حال منفرد و تکی نیست، یعنی مشکل اینا در روزهای اول تولد مشکل تغذیه است، بعدش مشکل لب میشه یا مشکل اصلاح لبشون هست، جوری میکنه که اعتماد به نفس اینا رو پایین میاره. کاری که ما تا حالا تو تیم کردیم اینه که روان پزشک تو تیم داریم، بیماران ما که بزرگ سال هستن اکثرا این مشکلاتو دارن به روان پزشک ارجاع میدیم. یکی از برنامه های آیندهمون اضافه کردن مددکار اجتماعی به تیمه که تا حالا نداشتیم، ولی انشالله بعد از این مددکار اضافه میکنیم، هم برای اینکه خانواده ها رو حمایت بکنه، چون حالا علاوه بر اینکه خود بیمارای شکاف کام مشکل دارن، معمولا خانواده ها خب با یه شوک روانی مواجه میشن وقتی چنین بچه متولد میشه تو پذیر نیست. اگر این کار بشه میشه با صحبت هایی که با خانواده میکنیم آمادگی برایشون ایجاد بکنیم. الان همین کار خب میگم به وفور انجام میشه در ارتباط زایات که توی کلیه نوز جنین هست، نوز شکم مادر، یا مثلا زایات که توی روده و غیره هست. خیلی از خانواده آماده میشن و بعد زایمانش رو در محله انجام میدن که اون امکانات باشه. فکری هم انجام داده یا نه؟ بله، سپاسگزارم از سوال خیلی خوب شما و با شما خدافظی می‌کنم. ما در اصلا این برنامه قرار شد تشکیل بشه که چند پیام بده، تا حالا خیلی از این پیام‌ها رو شنیدید و یکی از اینها هم راجع به مسائل مالی بود که من چقدر به تأخیر افتاد ذکر این مسئله، ولی خب زمانش رسید و من از آقای دکتر مهرمزاد خواهش می‌کنم بگن همونطور که فرمودن نیاز به تخصص‌های زیادی هست، ظاهراً اون تیم متخصص انتظار مادی نداره، منتها روند درمان روند پرهزینه است و حالا راجع به اینکه چگونه خیرین هم میتونن کمک بکنن و دکتر توضیح میدهند و اون قسمت دوم سوال رو من از خودم درخشنده بپرسم. آقای دکتر خواهش می‌کنم. خدمت بیننده عزیز عرض می‌کنم که ما خدماتی که داریم الان در بیمارستان از زهرا به بیمارا میدیم با تعریف دولتی، یعنی با همون یک کای معروف. بله. خب این خدماتی که قراره که در بخش خصوصی ارائه بشه ممکن بود که حتی تا 7 برابر باشه. بله. کمک که ما میتونستیم بکنیم. یک تلفن دیگه ظاهراً همکارانم ارتباط دادن. سلام بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. سپاسگزارم. وقتتون بخیر. متشکرم. سلام می‌کنم خدمت مهمانان برنامه با آقای دکتر مهرمزاده. من یه دختری دارم، آقای تو 9 ساله، ولی مشکل تکلم اصلا نداره. فقط یه خطی رو نداشه. بسته هم از خط. فقط می‌خوام اینو باید چیکار کنم، کجا مراجعه کنم؟ یک حالت لچه